افسانه. افسانه. سلام. سلام خانم، دیر کردی. حالا که اینجا. دمت گرم، زدی وسط خود. گفته بودم کارامو بلدم. من که باورم نمیشد. حالا که باور کردی، رد کن بیاد دستمزد. کار باشه هستی؟ کار باشه، پولم باشه، من هستم. نم دستمزد. حالا رد کن بیاد. خسیس. روز خوش. زنگ میزنم بهت. خسرو، تو کجایی؟ پس چرا نیومدی؟ یه کار کوچیکی پیش اومده بود، اومدم شرکت. زود بیا اینجا، من باید یه کار واجب دارم. کی میرسی؟ بذار ببینم میتونم شرکت رو بپیچونم. تو همونجا باش، میام ببینمت. فعلا. ببخشید آقای دکتر، حالش چطوره؟ به هوش اومده؟ متاسفانه درد شدیدی به تنش وارد شده. حالش خوب میشه آقای دکتر؟ احتیاج به عمل داره. یا فاطمه زهرا، بچه چی میشه؟ ضربان قلبی بچه پایینه. باید دوتا موعد مقرر بچه رو از شکم مادر بیرون بیاریم. یعنی دو تا عمل همزمان؟ بستگی به رضایت شما داره. کجا رو باید امضا کنم؟ بابت تاخیرم عذرخواهی میکنم. معلومه از کجایی؟ داشتم از اومدنت دیگه ناامید میشدم. از من هیچوقت ناامید نشو. حالا چی شده؟ تو زن داری؟ گفتم که یه زن داشتم فوت شده. خسرو، با من بازی در نیار، راستشو بگو. خودت میدونی من چی دارم میگم. چی داری میگی رانو؟ دیوونه شدی؟ امروز یه خانمی رفته در خونه افسانه، گفته که زن توئه. یا افسانه خواسته با تو شوخی کنه، یا اون خانم خواسته با افسانه شوخی کنه، یا جفتشون خواستن تو رو اذیت کنن. آخه برای چی باید همچین کاری با من بکنن؟ اینو دیگه باید از افسانه بپرسی. اصلا طلاک پاکه چه منتش به خاکه. من حاضرم با اون خانم روبرو بشم. هرچند فکر میکنم بیشتر از اینو به من اعتماد داشته باشی. من اعتماد دارم ولی. ولی چی؟ ولی از ما مرد هر کاری برمیاد نه؟ حیف که امروز پرواز دارم. ولی بهت ثابت میکنم که هرچی شنیدی دروغ محضه. چجوری؟ شاهد دارم، خانواده‌ام، پدرم، مادرم، همسایه‌ام. حالا کجا داری میری؟ یه ماموریت کاریه، دو روزه میرم آلمان. حالا کارتون تموم شد، من شما رو برسونم منزل. جلو در منتظرتم. سلام. سلام جم سرنگ. خوب هستین؟ ممنون. چه خبر؟ براتون بگم که تیم تحقیق ما دارن میرن منزل شما برای بررسی. امیدوارم که بتونیم مدرک پیدا کنیم. شما بفرمایید که توی ماجرا به کسی مشکوک نیستین؟ همسر من با کسی مشکل نداشته. ولی به نظر میرسه که یه نفر یه مشکل اساسی با خانم شما داشته. خدا ذلیلش کنه هر کس که بوده. امروز خانم شما قرار نبود جایی بره یا قرار نبود که کسی منزل شما بیاد؟ نه، به من که چیزی نگفتن. امروز صبح افسانه اومده بوده در خونه ما. پس شما ایشونو دیدین امروز؟ نه، من ندیدمش، ولی احمد آقا همسایه‌مون میگفت حدوده ساعت 9:30 افسانه اومده بوده در خونه، آدرس محل کار دخترش رعنا رو میخواسته. اونجا میخواسته بره چی کار کنه؟ من نمیدونم مادر، ولی احمد آقا میگه افسانه خیلی عصبانی. این آدرسی رو که الان اشاره میکنی میتونی برامون بگیری؟ بله. گوشی تو بده مادر. شماره احمد آقا رو برام بگیر.
شما یه لطفی کنید الان دارید با ایشون صحبت میکنید دیگه نگید که برای افسانه خانم چه مشکلی پیش اومده. چشم. یه غذای خوشمزه پختم واسه هانی خانم. به به، یه ماکارونی خوشمزه. ماکارونی دوست داری دیگه؟ بابا احمد میگفت امروز خیلی دختر خوبی بودی، کلی بهش کمک کردی. بله، همه بندی کفششو براش مرتب کرد. آفرین دختر خوشگل من، بهت خوش گذشت؟ میگه آدم وقتی بندی کفش مرتب میکنه بهش خوش میگذره. چی کار دوست داری بکنیم که بهت خوش بگذره؟ خودت میدونی. من الان میگم فردا با هم میریم بیرون، خب؟ من و هانی دوتایی تک و تنها، بعد با هم میریم پارک، کلی تو پارک بازی میکنیم، بعدش بستنی میخوریم، بعد که بستنی خوردیم دوتایی با هم میریم نهار، کلی نهار خوشمزه میخوریم، بعد با هم میریم سینما یه فیلم خوشگل میبینیم. دوست داری؟ مامانم نگفته که میاد دنبالم؟ نه عزیزم، چیزی نگفته. شامتو بخور تا سرد نشده. یه زنگ بهش بزن سوال کن. باشه عزیزم، شامت سرد میشه، بخور بعد من بهش زنگ میزنم. باشه. آخ جون، مامانمه، برم لباسم عوض کنم. سلام خانم شمس. بله بفرمه. سرما رضایی هستم از اداره آگاهی، شما با ما تشریف بیارید. ببخشید آخه من که کاری نکردم، نمیفهمم من برای چی باید با شما بیام. چی شده رنا جون؟ چیزی نیست. شما مادرشون هستین؟ نخیر، من همسایه‌شون هستم. جناب سرما، من یه بچه کوچیک دارم، نمیتونم تنهاش بذارم. مادر، من بچه رو نگه میدارم، فقط به من بگو چی شده. مشکل خاصی نیست، یه سوال جواب ساده است. جناب سرمان همراهیشون کنین، آماده شن بریم اداره. بله چشم. بر اساس تحقیقات ما، شما امروز با خانم افسانه اودیایی جلوی در مرکز نگهداری بچه های بی سرپرست دعوای لفظی داشتید، درسته؟ بله درسته. پس به همین خاطر شما برای این کار انتخاب نشدید. جناب سرهنگ، شما که فکر نمی‌کنید به خاطر درگیری لفظی یا از دست دادن کار من بخوام همچین بلایی سر خانم اولیایی آورده باشم؟ شما توی اظهاراتتون گفتین که از دوران بچگی با خانم اولیایی و همسرشون دوست بودین، همینطوره؟ بله درسته. شما زیاد به خونه اینا رفت آمد می‌کردین؟ نه خیر، من اصلا تا حالا خونه‌شون نرفتم. یعنی حتی یه بارم پاتون رو توی خونه نذاشتین؟ دقیقاً درسته. کارت ملیتون رو میتونم ببینم؟ کارت ملی هم به چه دردی شما میخوند؟ لطف کنی کارت ملیتون رو. نمیدونم، همیشه همراهم بود، تو کیف پولم بود، فکر کنم تو خونه جا مونده. خیلی زحمت نکشید، کارتتون دست من. شما چی کار میکنه؟ ما این کارتون منزل آقای صفوی پیدا کردیم، درست همون اطرافی که خانم اولیایی افتاده بودن زمین. حالا شما به این سوال من جواب بده، وقتی شما توی اظهاراتتون اعلام کردید که حتی یک بار هم منزل خانم اولیایی نرفتین، کارت ملی شما اونجا چی کار میکرده؟ من اصلا متوجه نمیشم، من نمیتونم. آخرین بار خانم اولیایی ساعت 9:30 با شما دیده شدن. آقای صفوی حدود ساعت 12 رفته خونه، دیده که خانمش نیمه جون روی زمین افتاده. میخوام بدونم که شما بین ساعت 9:30 تا 12 کجا بودید؟ من محل کار سابقم بودم، اونجا با یک کسی قرار داشتم. در واقع شما کسی رو دارید شهادت میتونه بده که شما بین ساعت 9:30 تا 12 جایی بغیر از منزل آقای صفوی بودید؟ بله، آقای خسرو اعظمی، ایشون میتونه بیاد شهادت بده. آدرسش لطفاً بدین. اون الان سفره، یعنی ساعت 4 بعد از ظهر رفته مسافرت، ولی من شماره تماسش رو میتونم بهتون بدم. تلفنش بنویس.
جناب با این شماره تماس بگیرید. خانم شمس ادعا میکنه که بین ساعت 9 و نیم تا 12 با ایشون قرار داشته. اینو بررسی کن یه گزارش به من بده. سلام جناب سرد. سلام. ببخشید گفتم با من کار داشتین. اتفاق تازه افتاده. بعدشون میرسونم. ما کارت ملی خانم شمس رو تو خونه شما پیدا کردیم. ولی خانم شمس اصلا خونه ما نیومده. البته خود ایشون هم همینو میگه. من تا تیم بررسی صحنه جرم ما یه تعداد عکس منزل شما پیدا کردن. عکس دو نفره شما و خانم شمسه. پس چطور من اینا رو ندیدم؟ شاید این به خاطر دستپاچگی شما بوده که متوجه عکس ها نشدید. مثل کارت ملی خانم شمس. البته خانم شمس ادعا میکنه شاهدی داره که شهادت میتونه بده که بین ساعت 9:30 تا 12 جای دیگه بوده. که البته اگه قضیه اینجوری باشه یه مقدار پیچیده میشه. جام سرای ممنون. چی شد جناب سرهنگ؟ تونستی باش صحبت کنی؟ زنگ زدم متاسفانه گوشیش خاموشه. گفتم که رفته سفر. میشه لطفا دوباره بگیرینش؟ حتما همین کار رو میکنم. ولی شما امشب به جرم ضرب و شتم و حمله به خانم افسانه اولیای بازداشت هستید. دستور قضایی. دانش بیرون تو آی سی او. به هوش نیومده؟ نه. بچه چی؟ خوب نیست. زیر دستگاه. رانا. کارت شناسایی تو خونه ما چی کار میکنه؟ علی من مطمئنم کار خودشونه. باور کن. جناب سرهنگ برای من پاپوش درست کردن. همون کسایی که بچه‌م رو دزدیدن میخوان من اینجوری اذیت کنن. من تو همین آگاهی پرونده دارم. خانم رنا شمس، اینایی که میگین میخوان برای شما پاپوش درست کنن اینا کیان؟ آقای رامین و شاهین پایور. اونا همون کسایی هستن که کارت من از کیفم زدن، اون وقت انداختن تو خونه آقای صفوی. آدرسی چیزی ازشون دارین؟ نه، ولی جناب سرهنگ سبا در جریان هستن. اونا من خیلی اذیت کردن. من توی اون پرونده وکیل خانم شمس بودم، حرفشون رو تایید. شما برای اثبات حرفاتون مدرک دارین؟ مدرک قانونی نه. ببینید ما برای تکمیل شدن این پرونده نیاز به تحقیقات بیشتر داریم. حرفایی هم که الان شما زدید فعلا در حد حرف باقی میمونه. ما باید دلیل و مدرک کافی داشته باشیم تا بتونیم به خانم شمس توی این پرونده کمک بکنیم. و سلام. ببریدش. در خدمت. بله. الو. سلام آقای اعتمادی، فروهر هستم. سلام خانم فروهر، شبتون بخیر. ببخشید میخواستم سوال کنم اگر رنا مشکل قانونی پیدا کنه هانیه رو به من برمیگردونن؟ اگر مشکل قانونی پیش بیاد و جرمشون ثابت بشه مطمئنا. شما که در جریان هستین هزانتهشون موقت و یک ماهه. امشب پلیس اونو با خودش بردش. به چه جرمی؟ نمیدونم جرمشو، ولی پلیس آگاهی بود. اون وقت شما کجا فهمیدین؟ من دیدم. بسیار خوب. اینجور که شما میگی مطمئنن بچه بهزیستی در جریان هستن. من با اونا صحبت میکنم خبرشو به شما میدم. خیلی ممنون، منتظرم. شبتون بخیر باشه. خوب. خدا نگهدار.
آدم های خطرناکی هم. چرا داری خودتو قاطی این قضیه میکنی؟ نمیگی یه وقت یه بلایی سر من میارن، یه بلایی سر خودت میارن؟ ازت خواهش کردم خودتو درگیر این ماجرا نکنی. اون وقت تو چیکار کردی؟ یه بلایی سر خودت میارن. اون وقت تو چیکار کردی؟ این اثر منزل شما به دست اومده و اثر انگشت شما روشه. راجع به این چه توضیحی داریم بدیم؟ جناب سرهنگ، کسایی که پرچم رو دزدیده بودن منو تهدید کردن که اگه باشون همکاری نکنم پرچم رو پس نمیدن. در واقع شما خواستن که براشون چیکار بکنیم؟ قاچاق مواد مخدر. اونا اون اسلحه رو به من دادن که اگه مشکلی برام پیش اومد بتونم از خودم دفاع کنم. ولی خب این اسلحه چه ربطی به قضیه خانم اولیایی داره؟ در وهله اول حمل سلاح غیر مجازه. میتونم، منم بهتون گفتم که اون اسلحه رو اونا برام فرستاده بودن. هنوز دومین مورد رو بهتون نگفتم سرکار خانم. روی بدنه سلاح لکه خونی دیده شده که آزمایش نشون میده متعلق به خانم اولیاییه. راجع به این چه توضیحی داریم بدیم؟ باور کنین که پاپوشه، میخوان منو گیر بندازن. اصلا گیرم من با خانم اولیایی درگیر شدم. من از کجا میتونستم که میخواد دعوا را بندازه که اسلحه با خودم ببرم؟ شما از ساعت 9 و نیم تا 12 فرصت داشتید که برید منزل و اسلحه رو بردارید. این چه حرفی میزنی جناب سرهنگ؟ ما فقط با هم یه مشاجره لفظی داشتیم. آخه واسه همچی چیزی که آدم کسی رو نمیکشه. ضربه‌ای که به سر این خانم اولیایی خورده خانم یه ضربه معمولی و ساده نبوده. اونقدر این ضربه محکم بوده که استخونای شقیقش خود کرده. این نشون میده که زارا به قصد و به عمد وارد این خونه شده. هیچ جای خونه هم که به هم ریخته نبوده. پس به این نتیجه میرسیم که این یه جدل زنونه نمیتونه باشه. خب همه اینو نشون میده که کار من نبوده. گاهی اوقات خانوما بر اثر عصبانیت بالا میتونن ضربای خیلی محکمتر از این رو وارد کنن. من مطمئنم، مطمئنم که کار رامینه. منظور رامینه پای و شوهر سابقتونه دیگه نه؟ اون که خیلی وقت فوت کرد. اون نمرده، زنده است. خودم دیدمش. من پرونده پزشکی شما رو خوندم. شما به خاطر همین توهمات مدتی رو توی بیمارستان روانی بستری بودید. اینا توهم نیست، اون زنده است. اونا دارن این بلا رو سرم میارن، میخوان منو نابود کنن. ببینید خانم شمس، من از جناب سعید صبا خواهش کردم که پرونده روبرو شدن دخترتون هانیه فروهر رو در اختیار من بذاره. توی چند تا از بازجوییاتون شما هیچ اشاره‌ای نکردید که اون کسانی که دختر شما رو رو بودن اونا رو میشناسید. حتی توی بعضی از بازجوییاتون تأکید کردید که اونا رو نه دیدید و نه میشناسیدش. جناب سرهنگ، من ترسیده بودم. اونا منو تهدید کردن، گفتن اگه با پلیس همکاری کنی یه بلای سر بچت میاریم، دیگه نمیذاریم ببینیش. خب به خودم راست میگم، باور کنی. خیلی دلم میخواد حرفاتون رو باور کنم خانم شمس، ولی اظهارات خودتون و شواهدی که توی پرونده هست این اجازه رو به من نمیده. ولی من شاهد دارم، شاهد دارم. اگه منظورتون آقای اعظمیه که ما امروز چندباری باهاش تماس گرفتیم که متاسفانه تلفنش خاموش بود. خب دوباره باهاش تماس بگیرین. تلفنش خاموشه، رفته سفر، برمیگرده. اگه شهادت بده چی ها؟ اگه شهادت بده من اونجا نبودم چی؟ اگه همچین کسی پیدا بشه که شهادت بده، میریم سراغ فرضیه پاپوش درست کردن برایش.
جانسانگ الان دیگه میتونم ببینمشون؟ نمیشه بدی چون شما اصرار داری. خیلی کوتاه، دو سه دقیقه. از شما در نکنم بابا، به خدا کار من نبوده، لاقل تو یکی باور کن. من باور میکنم، باور میکنم. هانیه کجاست؟ پیش عصمت خانومه. امروز صبح زنگ زد که با خودش میاردش مسافر خونه. منم از اینجا که رفتم سر را برش میدارم. پیش خودت نگرش دار تا وقتی من بیام بیرون. نمیخوام دوباره دست فروهه را بیفته. باشه، نگران نباش، همه چی درست میشه. کاش مامانم اینجا پیشم. مامانت برای چی؟ من هستم دیگه، قصه چی میخوری؟ حرفاشونو باور نکردی؟ به خدا کار من نبود. من که دیگه نمیدونم حرف کیو باور کنم، حرف کیو باور نکنم. فقط دعا کن افسانه به هوش بیاد، خودش بگه کار تو نبودم. آیون علی آقا، خوب گوشاتو بکن ببین چی میگم. ببخشید جناب سرنگ، خودت خوب میدونی که این کار رعنا نیست. پس بی خود دختر منو تهدید نکن. عالم آدم جمع بشن اینجا بگن این کار رعنا کرده، من یکی باور نمی کنم. روشنه؟ اعتمادم دست خواهی نگردار. بفرمایی، اینم یه بستنی خوشمزه برای هانی خانم که دختر خیلی خوبی بوده. نمیخورم، بستنی دوست ندار. بگی میشه بچه یه بستنی دوست نداشته باشه بابا جون؟ بستنی دوست دارم، کاکایی دوست ندارم. خب چرا به من نگفتی آخه؟ شما که نپرسیدیم، اگر مامانم بود میدونست چه بستنی دوست دارم. خب حالا به من بگو چه بستنی دوست داری، من همونو برات بخرم. اشکال نداره، اینم خودم میخورم. خوبه؟ اصلا من بستنی نمیخورم، شما بهتره نخورید. من نخورم؟ برای چی؟ درز چاخشم؟ من توی فیلم دیدم که یه آقایی میگفت همه ی آدم های جذاب دنیا چاق. نگران نباش، من به خاطر اون نمیگم، میترسم دندوناتون خراب شد. بچه‌های آقای کنان تماس گرفتن. پدر مادر شاهین پایور از حضور پسرش تو ایران کاملا اظهار بی اطلاعی کردن. اونا میگفتن از وقتی که از ایران خارج شده دیگه برنگشته و این یعنی یه سد بزرگ دیگه جلو پرونده‌ام. در مورد مرگ رامین پایور چی تحقیق کردن؟ بله قربان. رامین پایور بر اثر عارضه مغزی نمیتونست هیچ حرکتی بکنه. برای همین پدر مادر رامین براش پرستار گرفته بودن. یه روز که پدر مادرش از خونه رفته بودن بیرون، بر اثر نشت گاز آتش سوزی میشه. پدر مادر رامین وقتی که برمیگردن نصف خونه سوخته بوده و رامین هم جسدش کاملا سوخته بوده. جسد پرستار چی؟ سوخته بوده؟ پرستاری که اصلا خونه نبوده، به خاطر انجام یه کاری از خونه رفته بوده بیرون. بعد از آتش سوزی چی؟ پرستار حرفی زده؟
پرستاری که هیچ اثری ازش نیست. پدر مادر رامین هم ازش شکایت کردن ولی شکایتشون به جایی نرسیده و پرستارا همچنان گم و گوره. دقت کردی هرچی اطراف این پرونده است یه جورایی مشکوکه؟ آره. حتی مرگ رامین پایور هم مشکوکه. دقیقا. شما تشریف نمیبرین اتاقتون؟ نه. داری میری بیرون؟ نه. نمیخواید هم بگی کجا میری؟ نه. توی درد سر افتادی. کار خودشونه باور کنین، برام پاپوش درست کردم ولی هرچی به جناب سرنگ مطیع میگم حرفم باور نمیکنه. منم با ایشون صحبت کردم ولی متاسفانه تمام شواهد پرونده علیه شماست. ولی شما که در جریان هستین میدونی اونا چه بلاهای سر من و بچه‌م آوردن. تو رو خدا حرفامو بهشون بگین. متاسفانه نمیتونم. من بارها سعی کردم کاری کنم شما به ما اعتماد کنید ولی نکردید. الان دیگه کاری ها دستم برد. ولی من اسم شاهین رو بهتون دادم، یادتون نیست؟ شاهین پایور. بله یادمه و در این حال یادمه که بارها و بارها گفتید شهادت رسمی نمیدید. خانم شمس این حرف شما در حد یه حرفه در مقابل برگه هایی که بارها امضا کردید که اونا رو نمیشناسید. ولی من الان حاضرم شهادت بدم، هرچی شما بگید حاضرم بنویسم امضا کنم. الان دیگه دیره خانم شمس. شما الان درگیر پرونده جدید هستید. توی این پرونده شما متهمید نه شاهد. نمیتونید برخلاف اظهارات قبلیتون بیاین و به علیه کسانی که بارها گفتید نمیشناسیدشون شهادت بدید. تنها کاری که من تونستم بکنم این بود که به خاطر مشترکات این پرونده و پرونده دزدیده شدن هانیه تقاضا کنم این پرونده رو به من بدن. یعنی الان شما مسئول پرونده من هستین؟ هنوز پاسخ ندادن خانم شمس. تنها کلید حل این پرونده دستگیری شاهین پایوره. شما واقعا هیچ آدرس و سرنخی ازش ندارید؟ باور کنین نمیدونم، اگه میدونستم حتما بهتون میگفتم. سرهنگ سبا هست از اداره آگاهی، افسر جدید پرونده خانم اولیه. از سرهنگ موتی؟ حالا به دلائل این پرونده به من سپرده شده. چند تا سوال داشتم، میشه بپرسم؟ تازه خوابیده، زیاد مزاحمشون نمیشه. افسانه جون مادر، جناب سرهنگ میخوام با شما حرف بزنم. سلام خانم، میدونم حالتون زیاد مساعد نیست، فقط چند تا سوال داشتم. اگر میدونم چی میخوایم بپرسیم. من صورتش رو ندیدم، از پشت سر حمله کرد زد تو سرم. یعنی شما اول وارد خونه شدید بعد ایشون وارد شده و از پشت سر بهتون حمله کرده؟ نه نمیشه، من تقریبا جلوی در بودم، از در نمیتونه تو اومده باشه. پس یعنی زارب قبل از شما وارد خونه شده و اونجا کمین کرده بود، درسته؟ نمیدونم چی درسته چی غلطه، فقط میدونم از در وارد خونه نشده. بسیار، فقط یک سوال دیگه، شما از اون مرکز تا خونه رو چطوری برگشتید؟ آژانس رو دم در نگه داشته بودم. بسیار، متشکرم. اگر باز چیزی یادتون اومد خواهش میکنم که من دارو در جهره هم بذاریم. ممنونم خانم، ایشالا که زودتر خوب بشید. خدا نگه. خدا حافظ.
فرزانه جون، حالا که بیدار شدی علی رو صدا بزنم بیاد تو، تو راه رو نشسته. نه گفتم نه، نمیخوام ببینمش. بفرمایید. هنوز تشریف نبردین قربان؟ داشتم پرونده خانم شمس مطالعه میکردم. قیافتون طوری نشون میده انگار که چیز جدیدی پیدا کردین. امروز بیمارستان بودم، خانم اولیایی میگفت زارب زودتر از اون وارد خودش شده، یعنی خانم شمس باید هر جور شده خودش رو چند دقیقه زودتر از خانم اولیایی به خونه میرسونه. توی مسیر مشترک یکی دو دقیقه زودتر رسیدن که کاری نداره، کافیه یکی به پدال گاز بیشتر فشار بیاره. نه مسئله اصلا هم هست، اگر زارب خانم شمس بوده باشه و با اسلحه زده تو سر خانم اولیایی، چطوری میتونسته از جلوی اون مرکز تا خونهشون بره اسلحه رو برداره برگرده خونه خانم اولیایی تا زودتر هم برسه؟ در صورتی که از این مرکز نگهداری بچه ها تا خونه خانم اولیایی در بدترین شرایط ترافیکی نیم ساعت بیشتر طول می‌کشه. البته با ماشین میتونسته این مسیر رو پیاده رفته باشه. نه افسر خانم گفت آژانس رو نگه داشته بود، یعنی حتی معطل تاکسی هم نشده. اما از مرکز نگهداری بچه ها تا خونه خانم شمس و برگشتش تا خونه خانم اولیایی حداقل یک ساعت رو طول می‌کشه. خب الان چیکار می‌کنی؟ می‌خوای آزادش کنی؟ نه صبر می‌کنم تا خسرو اعظمی از سفر برگرده، بعد با شهادت اونو این حساب زمان رفت و برگشت و اینا میتونیم آزادش کنیم و بناره بذاریم برای این که میخواستم برای خانم شمس پاپوش درست کنم. آقا تشریف نمیبرید؟ به نظر میاد دارم تشریف میبرن؟ نه از مرخصی میدید؟ بله با کمال میدید بفرمی. باید مراقب خودت باش. سلام آقای اعتمادی، تونستین بفهمین رنا رو برای چی دستگیر کردن؟ بله، من الان داشتم با نماینده بهزیستی صحبت میکردم. خانم شمس دیروز به جرم ضرب و شتم دستگیر شدن. جدی میگین؟ ضرب و شتم؟ شما مطمئنی؟ بله، مطمئنم. آقای اعتمادی، یعنی الان رنا بازداشته؟ پس چرا هانیه رو نمیارن به ما تحویل بدن؟ برای اینکه خانم هنوز دادگاه تشکیل نشده. در ثانی ایشون متهمن نه مجرم. و اگه جرمش ثابت بشه؟ اگر جرمش ثابت شد مطمئنم بچه رو به شما برمیگردونن. بعدش هم من پیگیر قضایی هستم. یه نکته هم که امروز من گفتن، خانم شمس هیچ شاهدی نداره که زمان وقوع جرم جای دیگه‌ای بوده باشه. یعنی به سادگی محکوم میشه. اگر شاهدی نداشته باشه مطمئنن محکوم میشه. باشه ممنون. فعلا خدا نگهدار. میشه به من هم بگی ماجرا چیه؟ رنا رو گرفتن، میگو اگه جرمش ثابت بشه و دستگیرش کنن هانیه برمیگرده خونه. واقعا؟ آره. هیچ وقت فکر نمی کردم به خاطر جرم کردن و زندون رفتن یه کسی اینقدر خوشحال بشم. بس که زیاد خوشحال نشدی؟ معلومه که خوشحالم، بچه‌م قراره بیاد خونه. کار رنا دیگه تمومه، هیچ شاهدی نداره که بتونه ثابت کنه اون روز تو اون ساعت اونجا نبوده. خسرو نقششو عالی بازی کرد. بس دیگه تموم شد بازی؟ نه، بازی وقتی تموم میشه که رنا با حکم دادگاه بیفته زندون. اینجوری بچه‌ای رو که برای دیدنش انقدر زحمت کشیده رو از دست میده. اینجوری شاید تلافی بلایی که سر تو آورده رو در بیاریم. چه فایده داداش؟ وقتی حالا من همینی که هست چه فایده؟
دلت که خنک میشه؟ مجسم کن رهنا الان کنج زندون تک و تنها، ولی تو اینجایی با منی، آزادی. حالا دیگه بخواب. آزاد ولی اسیر. از شوق برگشتن هانیه به خونه خوابت نمیبره. منم همینطور. برم یه چای درست کنم با هم بخوریم. رعنا اون کارو نکرده.